یولیا تیموشنکو رهبر مخالفان دولت اوکراین که دوران محکومیت 7 ساله خود را طی می کند از زندان به بیمارستانی در خارکیف منتقل شد. خانم تیموشنکو اعلام کرده در صورتی که توسط پزشکان آلمانی تحت درمان و مراقبت قرار گیرد اعتصاب غذایش را نیز خواهد شکست. این در حالی است که پیش از این وی از انتقال به بیمارستان خودداری کرده بود. همزمان با انتشار این خبر شماری از هواداران در برابر بیمارستانی که این چهره اپوزیسیون در آن بستری شده است تجمع کرده و خواستار آزادی وی شدند. نخست وزیر پیشین اوکراین که 51 سال دارد اکتبر سال گذشته میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت به تحمل زندان محکوم شد. وی این اتهام را رد کرده و آن را تسویه حسابی سیاسی از سوی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به عنوان رقیب پیشین خود دانسته است.